بهمن 1382 جان باختن 300 تن از هموطنان در حادثه آتش سوزی قطار نیشابور بود. 300 کشته، 600 مجروح و مصدوم، 5 روستای به کلی ویران. خبرنگار تلویزیون شبکه 1 رژیم در گزارشش از صحنه تصادف همان روز گفت: من شاهد بودم 90% یک روستا تخریب شده و عده‌ای از اهالیان کشته و زخمی شدند. بامداد روز 29 بهمن 1382 تصادف یک قطار باربری حامل پنبه با یک قطار حامل گوگرد، بنزین و مواد شیمیایی در ایستگاه خیام واقع در کیلومتر 17 ایستگاه راهن نیشابور منجر به آتش سوزی و سپس انفجار مهیبی شد که به منازل مسکونی 5 روستای نزدیک ایستگاه خسارت‌های جدی وارد کرد. انفجار خانه‌های اطراف ایستگاه خیام نیشابور را تا شعاع 200 متری ویران کرد و شیشه های منازل در ایستگاه های اطراف تا شعاع 10 کیلومتری شکسته شد. صدای انفجار تا مشهد هم به گوش رسید. شدت انفجار به حدی بود که در همه خبرگزاری ها به جز خبرگزاری رژیم فاشیستی حاکم بر میهنمان انعکاس گسترده یافت. رژیم ابتدا منکر تلفات جانی شد، اما بعدا ناگزیر به پخش اخبار ضد و نقیض روی آورد. طبق معمول رژیم آخوندها، پس از آن حادثه مرگبار هیچ گزارشی از علت وقوع آن از طرف مسئولان حکومت آخوندی داده نشد. در آن تصادف که به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث در تاریخ راه آهن‌های جهان به ثبت رسید، برخی خبرگزاری‌ها ردپای ماجراجویی‌های رژیم در پهنه تولید سلاح‌های غیر متعارف را یافتند. نهم بهمن 1352 شهادت خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان. من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. به نام خلق محروم و ستمکش ایران، به دلیل اینکه نوعی حکومت نظامی مخفی در وطن ما جریان دارد، درست به همان دلیل نیز دادگاه های نظامی صلاحیت خود را خود به خود تایید میکنند. 29 بهمن ماه 1352 خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان توسط دشخیمان شاه به شهادت رسیدند. خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان از روشنفکران انقلابی و آزادی بودند که در سالهای حاکمیت اختناق شاه سرفراز و تسلیم ناپذیر به دفاع از آرمانهای انقلابی مردم پرداختند و سرانجام نیز با عبور از میدان شکنجه و تیرباران با خون خود بر شکست ناپذیری خلق و پیشتازان جان بر کفش گواهی دادند. دفاعیات جانانه خسرو گل سرخی از هدف آزادی خواهانشان دادگاه را به صحنه افشاگری علیه رژیم شاه تبدیل کرد. به عنوان آخرین دفاع اختار شد که مطالبی در اون که به نفع خودتون میدونید در مورد اتهام بفرمید. من به نفع خودم هیچی ندارم بگم، من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم، میتونم بشینم و میشینم. گل سرخی که در زندان شدیداً تحت تأثیر اخلاق و روحیات انقلابی مجاهد خلق
کاظم زلنبار قرار گرفته بود در دادگاه گفت: زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه می شویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه قشون حکومت قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هرچند یزید گوشه از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد، راه مولا حسین و پایداری او بود، نه حکومت یزید. آنچه را که خلقها تکرار چندرد می کنند، راه مولا حسین است. سبتی داریم که به آخرین دفاع خودم هم میرسم که مبارزه مسلمانه رو تایید میکنم. رژیم شاه گل سرخی و دانشیان را که گناهی جز آزادگی و دفاع از حقوق و آزادی مردم ایران نداشتند تیرباران نمود. ترانه بهاران خجسته باد، سروده کرامت الله دانشیان، احساسات پاک و آزادی خواهانه او را نشان می دهد. این ترانه در مبارزات ضد سلطنتی مردم ایران الهام بخش مردم برای دعوت به همبستگی و اتحاد علیه دیکتاتوری بود. اول اسفند 1358 شرکت مجاهدین در انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی. در اسفند ماه سال 1358 مجاهدین به رغم همه محدودیت‌ها و فشارهای خمینی، از جمله حزب مسعود رجوی از انتخابات ریاست جمهوری با صادر کردن یک فتوا، تا آنجا که ممکن بود برای حفظ آزادی‌ها به روش اعتراض مسالمت‌آمیز با ارائه لیست کاندیداهای انقلابی و ترقی‌خواه به طور گسترده وارد مبارزات انتخاباتی مجلس شورای ملی شدند و با زنده کردن همبستگی ملی فضای سیاسی جدیدی در اتحاد نیروها ایجاد نمودند. اما این بار نیز خمینی و ارتجاع حاکم جهت جلوگیری از ورود مجاهدین به مجلس شورای ملی همه امکانات و تمهیدات را به کار گرفتند و از جمله تهاجم به ستادهای انتخاباتی مجاهدین در تمام شهرهای ایران را آغاز کردند. اما به رغم تقلبات گسترده عوامل ارتجاع، مجاهدین موفق شدند بیشترین آرا را بعد از حزب خمینی ساخته جمهوری به دست بیاورند. از جمله برای مسعود رجوی بیش از 530 هزار رأی در تهران اعلام کردند. با این حال خمینی مجاهدین را به طور کامل از روند سیاسی حذف کرد و حضور حتی یک هوادار مجاهدین را در مجلس خود تحمل نکرد. اول اسفند 1374 شهادت مجاهد خلق زهرا رجوی، شهید بزرگ دفاع از حقوق پناهندگان. اول اسفند یادآور خاطره آتشین بنفشه است که برای بهار آزادی ایران در خون تپید. این شهید سرفراز مجاهد والا مقام زهرا رجوی است که شهید دفاع از حقوق پناهندگان نام گرفته است. مجاهد والا مقام زهرا رجوی از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین عضو شورای ملی مقاومت ایران در رأس هیئتی از جانب مقاومت برای رسیدگی به وضعیت ناگوار پناهندگان ایرانی به ترکیه سفر کرده بود. وی در استانبول همراه با مجاهد خلق علی مرادی مورد حمله دیپلمات تروریست ها و آدم کشان وزارت اطلاعات آخوندی قرار گرفته و هر دو به شهادت رسیدند.
زهرا رجبی در سال 1336 در تهران متولد شده بود و از دانشجویان فعال دانشگاه ملی ایران در مبارزات ضد سلطنتی بود. وی از برجسته‌ترین زنان پیشتاز مجاهد خلق و از یاران نزدیک رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی بود که مسئولیت‌های مهمی را در کشورهای مختلف بر عهده داشت. بر اثر افشاگری‌های مقاومت یکی از قاتلان وی در ترکیه دستگیر و بقیه نیز شناخته شدند. دادگاه استانبول یکی از عوامل جنایتکار وزارت اطلاعات رژیم آخوندی را به جرم شرکت در ترور زهرا رجبی و علی مرادی محاکمه و به 33 سال و 4 ماه حبس محکوم کرد و معاون کنسولی رژیم آخوندی و 3 کارمند دیگر سفارت رژیم خمینی به عنوان عنصر نامطلوب از ترکیه اخراج شدند. اول اسفند 1389 قیامی دوباره در ایران. روز اول اسفند 89 و به فاصله 5 روز از قیام 25 بهمن یک بار دیگر تهران و دیگر شهرهای ایران با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به لرزه در آمد. مردم در حالی که شعار می دادند مبارک بن علی نوبت سید علی، با حمایت از قیام‌های بهار عربی زمستان سیاه دیکتاتوری آخوندها را با شعله قیام‌های پی در پی خود گرم کردند و بار دیگر تمامی خبرگزاری‌های معتبر جهان را متوجه آتشی کردند که در زیر خاکستر خیانت و دیکتاتوری همچنان مترصد شعله کشیدن است. تلویزیون یورو نیوز در این مورد گزارش داد مخالفان رژیم ایران بار دیگر به خیابان‌ها بازگشتند. در تهران نیروهای انتظامی به تظاهر کنندگان تیراندازی کردند. شهرهای سنندج، زاهدان، رشت، مریوان، مهاباد، شیراز، اصفهان و تهران روز یکشنبه شاهد تظاهرات بودند. تظاهرات در برخی نقاط به خشونت کشیده شد و پلیس با گاز اشکاور و باتون با معترضان برخورد کرد.